سربریدن یک مرد از سوی افراد ناشناس در قندهار، دو انفجار در یک روز در شهر کابل. ایران، به میزایل پیشرفته بالستیک فوق سرعت صوت دست یافتیم. منابع محلی در قندهار از سربریدن یک مرد در قندهار از سوی افراد ناشناس خبر دادند. با گزارش اسپوتنیک به نقل از اطلاعات روس، منابع محلی در ولسوالی دند ولایت قندهار میگویند که افراد مسلح ناشناس یک مرد را به گونه مرموز سربریده و جسد او را در جوی آب انداختند. یک منبع معتبر که خواست نامش در خبر ذکر نشود گفت این رویداد روز گذشته یعنی پنجشنبه 19 عقرب رخ داده، اما جسد این مرد امروز پیدا شده است. به گفته منبع، هویت این مرد تاکنون مشخص نشده و خانواده او نیز شناسایی نشده است. جسد او از سوی نیروهای امنیتی طالبان و در مانگاه حوزه میرویس در شهر قندهار منتقل شده است. مسئولان محلی طالبان در قندهار نیز وقوع این رویداد را تایید میکنند و میگویند که هویت مقتول تاکنون مشخص نشده، اما تلاش ها برای دستگیری عاملان قتل او آغاز شده است. یادآوری میکنیم که یک هفته پیش نیز یک بازرگان جوان به نام محمد صادق قچقزی که از امارات برگشته بود به گونه مرموز در ولایت قندهار به قتل رسیده است. دو انفجار در یک روز در شهر کابل. امروز شنبه 21 عقرب دو انفجار در شهر کابل رخ داده است. با گزارش اسپوتنیک، امروز 12 نوامبر دو انفجار در پایتخت افغانستان رخ داده است. انفجار اول در نیمه روز حدود ساعت 12 در چهارراه صدارت رخ داد و باشندگان محل در از صدای مهیب انفجار نیز خبر دادند و طالبان تا حال در این باره چیز نمیگویند. انفجار دیگر حوالی ساعت 2 بعد از ظهر در نزدیکی شبخانه جمهوریت واقع در مربوطات حوزه 4 امنیتی کابل رخ داده است. خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان، با تایید این رویداد گفته است که انفجار حوالی پس از چهارشنبه امروز یعنی شنبه 21 عقرب رخ داده است. همچنان انفجار در هلمند 6 کشته و زخمی بر جای گذاشت. ریاست اطلاعات و فرهنگ در هلمند از وقوع انفجار در این ولایت خبر داد و میگوید در پی این رویداد 4 دانش آموز کشته و 2 دانش آموز دیگر زخمی شده است. این انفجار پس از چاشت دیروز رخ داد و ناشی از گلوله و جا مانده از جنگ بوده است، اما درباره نوعیت این گلوله اطلاعات در دست نیست. افراد وابسته به قاری واصل جرمی از قماندانان طالب در ولسوالی جون بسیار به شکل نامردانه و بی‌رحمانه در داخل خانه‌اش کشته شد. ناگفته نباید گذاشت که قماندان فاضل 2 قبل نیز به اثر انفجار ماین یک پای خود را از دست داده بود. قابل یادآوری است که دیروز بعد از نماز جمعه تمام افراد و اقوام مربوط به قماندان فاضل با اشیا و اسلحه دستداشته خیش قیام را بر علیه طالبان ولسوالی جون شروع نمودند. انا لله و انا الیه راجعون. سفیر رسمی فرمانده خالد امیری. ایران، به میزایل پیشرفته بالستیک فوق سرعت صوت دست یافتیم. یک جنرال ایرانی به روز پنجشنبه ادعا کرد که این کشور به میزایل بالستیک فوق سرعت صوت پیشرفته دست یافته است که قابلیت عبور از تمام سیستم های سپر دفاعی را دارد و این ادعا سبب نگرانی اداره بین المللی انرژی اتمی شده است. میزایل های فوق سرعت صوت مانند سایر میزایل های بالستیک قادر به حمل کلاهک هسته‌ای بوده و می تواند 5 برابر بیشتر از سرعت صوت پرواز کند. جنرال امیرعلی حاجی زاده، قماندان هوافضای سپاه پاسداران ایران، در ویدئویی که خبرگزاری دولتی ارنا آن را منتشر کرده است می گوید فکر نمی کنم تا 10 سال بعد هم هیچ فناوری بتواند با این میزایل مقابله کند و این یک موفقیت بزرگ و یک جهش نسلی در حوزه میزایل هاست. در این حال رافائل گروسی، رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی، در مورد این اعلام ایران اظهار نگرانی کرده است. گروسی به خبرگزاری فرانس پرس گفت که این چنین اعلان‌ها سبب جلب توجه به برنامه هسته‌ای ایران و باعث نگرانی‌ها می‌شود، اما نمی‌تواند سبب نفوذ بیشتر ایران در مذاکرات هسته‌ای شود. ایران هفته گذشته پذیرفت که تیاره‌های بدون سرنشین را به روسیه فرستاده است، اما تاکید کرد که این تیاره‌ها پیش از آغاز تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین فرستاده شده بود. واشنگتن پوز به تاریخ 16 اکتبر گزارش داده بود که ایران می خواهد به روسیه میزایل بفرستد، اما تهران آن را رد کرده بود.
پیش از این تهران به تاریخ 5 ماه نوامبر اعلام کرد راکت را موفقانه آزمایش کرد که میتواند ماوراها را به فضا انتقال دهد. ایالات متحده به کرات اظهار نگرانی کرده و که چنین آزمایشات میتواند تکنولوژی میزایل بالستیک ایران را تقویت کند و در نهایت قابل حمل کلاهک های هسته‌ای را دریابد. حکومت ایالات متحده در ماه مارس بر فعالیت های مرتبط به میزایل های ایران تحریم وضع کرد. ملل متحد: هند علیه خشونت جنسیتی و تبعیض دینی اقدام کند. اعضای ملل متحد روز پنجشنبه از هندوستان خواست تا در مقابل خشونت جنسیتی و تبعیض دینی اقدام کند. این در حالی است که ملل متحد کشورهای جهان را بر اساس سابقه حقوق بشری آنان درجه بندی می کند. دهلی جدید در نشست ملل متحد به انتقادات سایر کشورها گوش فرا داد و از نقش مدافعین حقوق بشری استقبال کرد. در این نشست از هند خواسته شد تا کنوانسیون ضد شکنجه را نیز تصویب کند. هند این کنوانسیون را امضا کرده اما آن را تصویب نکرده است. این در حالی است که هند به دلیل موارد بیشمار تجاوزات جنسی و تبعیض دینی مورد انتقاد شدید قرار دارد. تشار مهتا نماینده هند در این نشست هر گونه شکنجه را تقبیح کرده و تاکید کرد که دهلی جدید علیه هر گونه تجاوز یا خشونت جنسیتی، شکنجه و به زندان افغان‌های خودسرانه موقف مستحکم اختیار کرده است. مایکل تیلور سفیر آمریکا در شورای حقوق بشر ملل متحد گفت که این کشور باید تطبیق گسترده قانون جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی و استفاده از قوانین مشابه علیه فعالین حقوق بشر، خبرنگاران و اقلیت‌های دینی را کاهش دهد. او گفت که تطبیق قانون مبارزه با تروریسم نیز در هند از ده زمان منتج به زندان افغان‌های مدافعان حقوق بشر و فاعلین شده است. تیلور اضافه کرده است که تبعیض خشونت بر اساس جنسیت و دین در هند همواره وجود داشته است. کانادا نیز از هند خواست تا در مورد تمام موارد خشونت‌های جنسی تحقیق کند و از آزادی دینی از طریق راه‌اندازی تحقیقات در مورد خشونت‌های دینی حراست کند. نیپال، بریتانیا، چین، بوتان، آلمان، استرالیا، عربستان سعودی و سوئیس نیز از هند خواستند تا در مقابل قاچاق انسانی، کارهای اجباری، نابرابری جنسیتی، تعرضات جنسی بر زنان و دختران، نقض حقوق گروه‌های منزوی شده و سایر مشکلات موجود در این کشور اقدام کند. سنجیو ورما، یک مقام وزارت خارجه هند، گفت که یعنی همه پیشنهادات را برای بررسی به دهلی جدید انتقال خواهد داد. به دنبال عقب نشینی نظامیان روسی، قوای اوکراینی بخشهایی از خرسون را تصرف کردند. پس از آن که روسیه به نظامیان این کشور دستور عقب نشینی از منطقه خرسون اوکراین را داد، مقامهای اوکراینی روز پنجشنبه اعلام کردند که نیروهای اوکراینی بیش از 10 شهرک و روستا را در منطقه جنوبی خرسون پس گرفتند. والری زالورژی، فرمانده نیروهای مسلح اوکراین، گفت که کیف هنوز نمیتواند تایید کند که آیا نیروهای روسیه عقب نشینی میکنند یا نه. اما نیروهای اوکراینی در 24 ساعت گذشته پیشروی‌هایی داشته و 12 شهرک روس‌ها را باز پس گرفته است. او در توییت نوشته است: ما عملیات تهاجمی را مطابق برنامه خود ادامه میدهیم. سرگی شایگو، وزیر دفاع روسیه، روز چهارشنبه به نظامیان روسی دستور داده است تا از شهر خرسون در جنوب اوکراین عقب نشینی کنند. جنرال ژالوژنی گفت که نیروهای اوکراینی روز گذشته 6 شهرک را پس از درگیری در نزدیکی پدروپولیکا نوواسکینگ و 6 سایه دیگر را در مسیر پرومایسک خرسون تصرف کردند. تشکر که تا این دم با ما بودید. تا ویدئوی بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش. الله یار مددگار همه شما باشد.